دوستان عزیز ما از شخصیت‌های برجسته حزب جمهوری‌خواه و از کسانی که آقای ترامپ در مورد کمک‌های او در رابطه با انتخابات پیش رو قطعا خیلی حساب می‌کند و شاید بشود گفت بالاترین شخصیت ایرانی در ستاد انتخابات آقای دونالد ترامپ هستند ایشون، و از دوستان نازنین ما جناب آقای خرم، یعنی خانواده خرم، از حامیان تلویزیون کانال یک هم، یعنی از صاحبان تلویزیون کانال یک هم هستند. جناب خرم درود بر شما. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. خب آقای خرم، اول یه خبری رو ما امروز شنیدیم، دو روز، یعنی دیروز آقای به نام عسکری از زندانیان ایران در آمریکا آزاد شد و به ایران برگشت. امروز آقای مجید طاهری، پزشک ایرانی که در فلوریدا به جرم نقض قوانین تحریم زندانی شده بود، از زندان آزاد شد. و همزمان امروز آقای مایکل وایت، نظامی سابق امریکایی در مشهد، هم از زندان آزاد شد. آیا فکر میکنید که بین دولت آقای ترامپ و جمهوری اسلامی گفتگوهایی در جریانه؟ جناب هوی، من همیشه برای این عقیده بودم که گفتگو هیچ ضرری به ثبات و به استواری و به امنیت و به دموکراسی ضرری نمیزنه و همیشه این کار خوبی بوده، خصوصا در مورد آزاد کردن زندانیان آمریکایی است که در ایران حبس هستن و اینا چندین ساله که اونجا دارن به طور غیر قانونی ازشون نگهداری میکنن. افرادی که زندانیان ایرانی که در زندان‌های آمریکا بودن، اینا تحت محاکمه قرار گرفتن و دادگاه‌های آمریکا برای اینا حکم صادر کردن و آزادی اینا جنبه سیاسی نداشته و اون جرمی که انجام داده بودن، 2 سال، 3 سال، 4 سال تو زندان بودن، بعد از اون جرمش که تموم شده اومدن بیرون و دیپورتشون کردن، از آمریکا بیرونشون کردن. بنابراین اینو من تصویر یا تصور به توانی پشت صحنه یه همچین چیزی من نمیبینم. این البته بینندگان حرف کاملا نظری درستی است، یعنی امریکا بر اساس قوانینی که داره و بعد هم این مبادله، حتی مبادله زندانیان دو طرف، نمیتونه نشانه یک ایجاد رابطه بین جمهوری اسلامی و آمریکا باشه. خب جناب خرم، به نظر میرسه که زمین و زمان علیه آقای ترامپ دست به دست هم دادن و وارد دیگه کارشون به مرحله توطئه رسیده، چون این جریاناتی که ما در آمریکا شاهدشیم این سیر طبیعی طی نمی‌کنه، این یک اتفاق طبیعی نیست. این رو شما چجوری می‌بینید؟ خیلی متشکرم، سوال فوق‌العاده خوبی مطرح کردین. من هیچ وقت جرم همایون فکر نمی‌کردم که در کشور مترقی و متمدنی مثل آمریکا یه همچین مسائلی پیش میاد. اصلا این برای من غیر قابل توصیف این مسئله که چطوری همچین چیزی پیش اومده، این افکاری، این اعمالی که اینجا پیش اومده. مثلا به عنوان مثالی مسئله ویروس کرونا اومد در اوایل سال و تقریبا یه 3-4 ماه اقتصاد آمریکا رو فلج کرده و متاسفانه من میبینم که، حس میکنم که یه عده دوستان دموکرات یا اکثرشون یا اونا که صاحب نظر در این کار هستن دارن از این مسئله سوء استفاده میکنن. همونجوری که دیدیم اون اولش اومدن کلی اغراق کردن که ما چند تخت بیمارستان میخوایم، چند بیمارستان درست میکردن، تعداد زیادی از بیمارستان‌های صحرایی درست کردن، خیلی سریع کشتی‌های آمریکایی که ناوگان آمریکا که کشتی‌های بیمارستانی داشتی که آوردن غرب آمریکایی که بود در شرق آمریکا، اینا رو مستقر کردن
ولی در عمل دیدیم که هیچ اون تعداد آمار و ارقامی که دموکرات ها و گاورنرهای دموکرات و دیگر افراد دموکرات پیش بینی میکردن نیامد. بنابراین این یه مقدار مسئله رو مشکوک و مظنون کرد. بعد اون آماری که میگفتن چندین میلیون نفر آلوده خواهند شد، چند صد هزار نفر در اون یک دو ماه اول خواهند مرد و دیدیم متاسفانه اون طرف اونم نشد. چی شد؟ فریز شدن باز؟ بله. به نظر میرسه که البته پلیس و ارتش آمریکا خیلی خوب توانستن تا الان موضوع رو مهار بکنن، برای اینکه این جریانات داشت گسترش پیدا میکرد و میتونست به یک مراحل خطرناکی برسه. جناب خرم بفرمایید، خواهش میکنم. ببخشید، خلاصه میگفتم این مسئله یه مسئله به نظر میاد جناب همینی که نشون میده مسئله یه دی دارن اقراق میکنن، دارن قلوف میکنن، بزرگ میکنن. بعد این مسئله تظاهرات پیش اومد، Black Lives Matter، که یعنی به فارسی اگه بخوام ترجمه کنم که زندگی سیاهان مهمه، 100% این مسئله خیلی مهمیه، تبعیض عمل خیلی زشتیه و ما هیچ کسی رو من فکر نمی کنم بتونم در دوربر خودم ببینه که از این مسئله تأکید بکنه، ولی این مسئله رو انقدر بزرگ کردن در کنار این مسئله استاندارهای ایالت‌های دموکرات دارن اجازه میدن که گروه کثیری غارت بکنن، حمله بکنن به پراپرتی های مردم، به ملک های ملت، ساختمون های مختلف و این شاپینگ سنترهای بزرگ و اینا رو غارت بکنن بدون اینکه پلیس کوچکترین عکس عملی از خودش نشون بده برای حفظ مایملک مردم. یعنی چی؟ یعنی یه چند ماه دیگه هم این بیزنس ریتیل، بیزنسی که مغازه مردم دارن، اونم تعطیل خواهند بود. اینجوری که به نظر میاد آقایون یه ایده هدفشون اینه که اقتصاد آمریکا رو تا مثلا آگوست و سپتامبر اصلا به طور کل بخوابونن. خب اینا که میخوان اقتصاد بخوابونن، من فکر میکنم نظرشون هدفشون اینه که با این کار میخوان انقدر وضع اقتصادی مردم رو بد بکنن که مردم به ترامپ رأی ندن. متاسفانه من ریشه های سیاسی در این مسائل داخلی آمریکا میبینم و پلیس و نیروهای امنیتی بازیچه دست یک مقدار از این سیاستمداران دموکرات هستن و اون سوگندی رو که خوردن برای حفظ امنیت داخلی آمریکا و حفظ و حفظ قانون و اجرای قانون متاسفانه انجام نمیشه. صحنه های ضد و نقیضی هم داریم. یک صحنه ای من در این تظاهرات دیدم که یک خانم سیاه پوستی آمد زد توی گوش یک پلیس سفید پوست و او هیچ عکس العملی از خودش نشون نداد. خانم سیاه پوست کشیده دوم رو زد و بعد از کنار یه پلیس سیاه پوست آمد و معترض اون خانم شد و البته انداختش رو زمین و اینا. صحنه های عجیب و غریبی تو این چند روز دیده شد. آیه خورم، چقدر فکر میکنید که ممکنه چین هم در این ماجرا دست داشته باشه؟ جناب همایون، من حدسم اینه که من البته دقیقا اطلاعی ندارم، من نظر شخصی خودم دارم میگم. من فکر میکنم این مثلث خبیثه، من میخوام اسمشو بذارم، یکی از دموکرات ها یه گوشش هستن، یه گوشش هستن دموکرات ها و گلوبالیست ها، یه گوشه دیگه شو میخوام بگم چینی ها و گلوبالیست ها هستن، یه گوشه دیگه شو هم هست جمهوری اسلامی و گلوبالیست ها. از بده من خدمتون عرض کنم این رابطه اینا چیه. یک سری یه مسائلی هستش، یه گروهی هستن، یه گروه هایی هستن که اینا سعی میکنن سرمایه های دولت های و مردم دیگر کشورها رو غارت بکنن و من
فکر میکنم به نقیده من مثلا دولت مدن دموکرات مثل آقای بایدن یه مثال خیلی خوب بشه. متاسفانه ایشون رفته، این آخرین اخباری که من پیدا کردم که پسرش هانتر بایدن رفته در با چینی ها یه قراردادی بسته بوده پارسال که قرارداد دو بلیونی بوده، یه حدود سالی 30 میلیون دلار کمیسیون این قرارداد بشه. توجه کنین سالی 30 میلیون دلار. پدرش میگه من اصلا این مسئله خبر نداشتم. آخه مگه چجوری میشه با یه کسی جوونی که هیچ گونه تجربه سیاسی یا هیچ تجربه‌ای در زمینه امور نفتی نداره یه قرارداد 2 بیلیونی امضا بکنه؟ خب 100% از نفوذ پدرش که وایس پرزیدنت بوده میخوان استفاده بکنن. ببین این یه ورق قضیهش. چین هم یه قدرتیه و منابع مالی زیادی در اختیار داره. از یه ورق دیگه هم جمهوری اسلامی رو دیدیم که در این مدت دیدیم چجوری نفت مردم رو فروخته، ملت ایران رو فروخته و اون منابع مالی رو به این ور اون ور داده. یعنی این مثلث خبیثه من فکر میکنم پشت این قضیه هستم. من دلیلی ندارم که بتونم به طور قاطع بگم، ولی این احساسی که میکنم اینه، چون خیلی قضیه مشکوک به نظر میاد. آقای خورم، ما از محافل حزب جمهوری خواه شنیدیم که جناب علی یک سمت بسیار قابل توجهی در ستاد انتخابات آقای ترامپ به دست آوردید و اعتماد عجیب اون سیستم رو به شما میرسونه. ممکن بفرمایید این سمت شما چی بود؟ البته من میدونم در برنامه قبلی یک اشاره کردید، منتها برای ما ایرانی ها زیاد روشن نبود این عنوان چه کاری رو انجام میده و چه کار باید بکنه. خیلی متشکرم. لطف جناب وای من کوچکتر از اونی هستم که شما توصیف میکنین. من واقعا خودم به عنوان یک خدمتکار برای جامعه ایرانی، ایرانی آمریکایی تبار میشمارم. من افتخار دارم که از طرف خانواده ترامپ و حزب جمهوری خواه انتخاب شدم که رئیس کمیته مالی کمپین ترامپ در ایالت واشنگتن باشم. و مهمترین ایالت تقریبا برای من و هر ایرانی. صداتون نشیدم. عرض کردم ایالت مهمیه واشنگتن، رئیس کمیته مالی ستاد در واشنگتن خیلی کار بزرگیه. لطف دارین شما، خیلی متشکرم. من واقعا هر کاری از دستم در میاد انجام میدم که ترامپ انتخاب بشه، چون من فکر میکنم تنها امیدی که جناب همایون، تنها کسی که میتونه مردم ایران از این قید اسارت و بردگی این رژیم آپارتاید مذهبی بکنه این آقای پرزیدنت ترامپ هست. پرزیدنت ترامپ توجه کنه خودش هم کسی بوده که برخلاف این جریان بگم گلوبالیست ها و این استابلیشمنت شنو کرده، کسی که مثل من یه سازنده است، پولش از مردم میگیره، از دیل های بین المللی و معامله های بین المللی و کمیسیون گیری های بیلیونی و سرمایه های باد آورده استفاده نکرده. یه آدمی که کارش ساختمونی میکرده مثل من یا مثل خیلی کسای دیگه، آلوده این منجلاب نشده. این منجلابی که در واشنگتن دی سی هست خیلی رو آلوده به خودش کرده و این مثل یه اعتیاد به وجود آورده که مردم، این افراد اعتیاد پیدا کردن به خرج کردن و پول در بردن با آلوده این قضیه شدن. من مطمئنم که در دوره بعدی اگه پرزیدنت ترامپ انتخاب بشن، ایشون 100% چون این مثلث خبیثه رو ترامپ میدونه، یک سر قضیه هم جمهوری اسلامی هست و یک سر قضیه هم چین هست، ترامپ 100% حلقه رو بر گردن اینها تنگتر میکنه و سعی میکنه حق و حقوقی که این دو دولت از مردم دنیا دزدیدن و قصب کردن و با گردن کلفتی میخوان حرف خودشون رو به صحنه وارد بکنن یا کارشون انجام بدن میکنه. همینجور در جهت مخالف جناب همایون، اگه بایدن انتخاب بشه
متاسفانه ما باید شاهد این باشیم که این گروه های خودفروش، گروه های فاسد که اسمشون رو نمیارم که شما میدونید اینا کیا هستن، پاشون دوباره به کاخ سفید باز میشه و سعی میکنن روابط آمریکا و ایران رو به ظاهر بهتر بکنن، ولی هدف اصلیش اینه که دولت جمهوری اسلامی منابع مردم ایران رو به غارت ببره و بفروشه و اصلا پول این منابع رو خرج ملت نکنه، مقدار اکثرش رو دزدی بکنه، یه مقدارش هم خرج تروریستای اون ناحیه بکنن و نابسامانی ایجاد بکنن. من امیدوارم دوستانی که این مصاحبه رو دارن گوش میکنن اگه واجد شرایط هستن حتما به ترامپ رنگ بدن. ترامپ آینده آمریکا و آینده ایران و بگم آینده دنیا الان دستشه. این لحظه‌ای که من در تاریخ هستیم میتونه تعیین کننده آزادی انسان‌ها، میتونه آزادگی بچه‌هاتون رو تضمین بکنه. در صورتی که تو این مسیر انتخاب نکنین، انتخاب اشتباه بکنین و دست گروبولیستا و افراد خودفروش و سرمایه کمپانی‌های چند ملیتی بیفته، من فکر می‌کنم دولت آمریکا و مردم آمریکا تا سالیان سال یک به یه حالت اسارت دست یک گروه خاصی که پشت صحنه اون دستای مرموزشون کار میکنه گریبان باشن و آینده خوبی نخواهیم داشت. آیه خورم، من یه سوال چیز دارم از شما راجبه همین انتخابات. الان مثلا گفته میشه که ایالت کالیفرنیا یک ایالت دموکراتیه و آیا اون وقت اگر چنین چیزیه در کسانی که علاقمندی با آقای ترامپ هستن در کالیفرنیا دیگه نرن رأی بدن چون میدونن کالیفرنیا مال دموکرات هاست، تأثیری نمی کنه رأیشون در نتیجه انتخابات؟ بله جان هاین، ببین برای کمک کردن به کمپین نفر خیلی راهای کارهای مختلف میشه کرد. ایالت کالیفرنیا که ایرانی ها توش زندگی میکنن متاسفانه ایالت دموکرات هست و احتمال بردن توش برای جمهوری خواهان خیلی کمه، از غیر ممکن نیست ولی خیلی کمه. همینجور هم ایالت واشنگتن و همینجور هم ایالت اورگون یا غرب آمریکا، بسیار از ایالت های شمال شرقی آمریکا هم همچون حالتی دارن. ولی دلیل نمیشه که ما نتونیم هیچ کاری انجام بدیم. یک کاری که میتونم بکنم کمک مالی بکنم به کمپین ترامپ. من اگه علاقه من باشه من میتونم این لینک براتون بفرستم، شما میتونین لینک رو نشون بدین. دوستان ایرانی که واجد شرایط هستن میتونن کمک مالی بکنن، $5، $10، $20، $30، $50، هر عددی. با این کارشون میتونن کمک بکنن، شاید بتونن ایالت هایی که بهش میگن battleground state، ایالت هایی که حالت کلیدی و حیاتی دارن برای بردن پرزیدنت ترامپ، رأی ها رو بیشتر به دست بیارن و اون ایالت ها رو که گاه گداری با چند هزار تا رأی ممکنه دموکرات بشه یا ریپابلیکن بشه، این ایالت ها رو جمهوری خواهان ببرن و به طور کلی انتخاب پرزیدنت ها در آمریکا بستگی به تمام 50 تا ایالت نداره. مثلا حدود چند ایالت هم 5-6 تا ایالت بشه که اینا تعیین میکنن و این کمک های مالی میتونن اثر مثبت در انتخابات ریاست جمهوری در این ایالت های کلیدی داشته باشن. شما البته اشاره فرمودین، حالا برخی توقع داشتن مثلا برخی از هموطنان ما که آقای ترامپ در طول این 4 سال اول بیاد جمهوری اسلامی رو اصلا بندازد و نمیدونم از این حرفا که منطقی هم نیست البته و خب نشده. اما حالا به من بفرمایید که اگر فرض کنیم آقای ترامپ نشه، انتخاب آقای جو بایدن چه چیزایی رو در رابطه با جمهوری اسلامی از سوی آمریکا ممکنه تغییر بده؟ آیا ممکنه به برجام برگردن؟ متاسفانه بله، متاسفانه بله. و ما نتیجه برجام رو جناب همایون دیدیم. از لحاظ اقتصادی دولت جمهوری اسلامی در یک سیر قهقرایی قرار گرفته بوده، فقط فرق قضیه این بودش که
وقتی که برجام برقرار بود منابع مالی بزرگتری در دسترس جمهوری اسلامی بود و این منابع بیشتر خرج عملیات تروریستی در ناحیه می‌کردند تا بتونن نابسامانی بزرگتر بیشتری ایجاد کنن. این برجامی که پرزیدنت ترامپ پاره کرد ریخت دور که خیلی کار خوبی هم کرد، این منابع مالی رو از دست جمهوری اسلامی گرفت. جمهوری اسلامی ماهیتش عوض نشده و نخواهد هم شد، ولی پول دست بالش نیست که بتونه اون اعمال خبیث و نادرست رو در اون ناحیه انجام بده. بنابراین من امیدوارم که بایدن انتخاب نشه و اگرم انتخاب بشه اون گروهک هایی که خودشون رو وانمود میکنن که نماینده ایرانیان آمریکایی در اینجا هستن، اون گروه ها دوباره پاشون به کاخ سفید باز میشه و سعی میکنن اون برنامه های قدیم رو دوباره به وجود بیارن که اجازه بدم جیب مردم ایران رو بهتر و سریعتر خالی بکنن تا این گلوبالیستایی که اینجا هستن و جاهای دیگه هستن سودای بیشتری ببرن و آخونده هم بیشتر بتونن پول بدوزن. در اینا همه اینو میسر میشه برای با فروش نفت بیشتر که اونا اون کار رو فراهم خواهند کرد. بسیار سپاسگزارم جناب آقای خرم، رئیس کمیته مالی ستاد انتخابات دونالد ترامپ در واشنگتن. خیلی خیلی خوشحال شدم از گفتگو با شما. ممنونم جناب خرم. باعث افتخار و به امید پیروزی آزادی برای همه ایرانیان. سپاسگزارم. خب بینندگان عزیز، گفتگو کردیم با جناب خرم، یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های ایرانی، مورد اعتماد خانواده ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و حزب جمهوری‌خواه در کشور آمریکا، و یک انسان بسیار بسیار شریف از یک خانواده بسیار شریف. خب بینندگان عزیز، ما دوچار یک همینجور من در حین اجرای برنامه داشتم به مسئله مشکل اینترنتی هم رسیدگی میکردم. آخرین گزارش این است که یک حمله اتک ناشناس به سیستم اینترنت ما شده. امیدواریم بتونیم اینو حلش بکنیم. برنامه امروز و دیروز عملا در یوتیوب قابل دریافت نبود برای کاربران ما، ولی شبانه چون از یه محل دیگری اجرا میشه و از یک سیستم دیگری استفاده میکنه قطعا بهتر قابل دریافته. امشب ساعت 7 شب در برنامه شبانه مفصلتر با شما در این زمینه گفتگو خواهم کرد. تشکر میکنم از آقای آرش بینش‌پژوه، کارگردان برنامه، و با همه شما بدرود میگم تا برنامه بعدی. We'll be right back.